خیلی ها در آمریکا و در کشورهای دیگری که بسیار فداکاری کردند پرسش ساده ای دارند قصد ما در افغانستان چیست؟ آنها میپرسند بعد از گذشت این همه سال چرا مردان و زنان ما همچنان در افغانستان میجنگند و کشته می شوند؟ آنها سزاواره دریافت یک پاسخ سریح هستند. من به همگی یادآوری می کنم که ایالات متحده جنگ در افغانستان را انتخاب نکرد. نزدیک به سه هزار نفر از مردم کشورمان که فقط به زندگی روزمره خود می پرداختند، در حملات و 11 سپتامبر 2001 کشته شدند. از آن تاریخ القاعده و شرکایش هزاران نفر را در چندین کشور کشتهاند. بیشترین خونی که بر دست های آنها نشسته خون مسلمانانی است که القاعده بیش از کسان دیگر کشته و یا مجروح کرده است. این آینده ای است که القاعده به مردم و پاکستان و افغانستان ارائه می دهد. آینده ای بدون امید یا فرصت، آینده ای بدون عدالت یا صلح پس این نکته را دریابید که راهی که ما در پیش داریم راهی دراز همراه با روزهای دشوار خواهد بود ولی ما در پی مشارکت های پایداری با افغانستان و پاکستان خواهیم بود که یک روز نو را به مردمشان نوید میدهند ما از همه عناصر قدرت ملیمان برای شکست دادن القاعده دفاع از آمریکا متحدانمان و تمام کسانی که به دنبال آینده بهتری هستند استفاده خواهیم کرد زیرا ایالات متحده آمریکا مدافع صلح و امنیت عدالت و فرصت است